کمترین نکات میشه تست. نگاه بفرمایید همینجا سوال من نگه میدارم و همه توجه کنید. خب مبحث نقش ها عرضم بود شما شامل چیه؟ این نقش هاست. نگاه کنید که من نقش ها رو به سه دسته الف، ب و جیم تقسیم میکنم که این حرف رو در جلسه صفر هم زدم. جلسه آرایه های نقش های گروه الف ما یک صفته که نام دیگرش هست وصفی. دو مضافان الی که نام دیگرش هست اضافی. سه نقش متمم. چهار معطوف. گروه ب پنج بدل، شش قید و گروه جیم ما هفت نهاد. هشت مسند. نو مفعول. و ده که از جیمم جداست به نام مونادا. خب پس ما نقش هایی که قراره در کنکور به ما سوال بدن این هاست. یه نگاهی کلی اول بفرمایید. صفت مضاف الی، متمم معطوف، بدل قید. چرا حالا اینا الف هن اینا بند؟ تو جلسه صفر گفتیم و موقعی هم که داریم درس میدیم میخوایم توضیح کامل بدیم، ولی اول فقط ظاهر مسئله رو نگاه کنید. یه 30 ثانیه نگاهش کنید. صفت مضاف الی، متمم معطوف، بدل قید، نهاد مسند، مفعول منادا. اینا نقشای ماست، درسته؟ حالا سوال کنکور 1399 رو نگاه کنیم. یکم من تصویر رو بزرگتر میکنم که شما هم توجه کنید. نیاز من جزوه کنم نزدن. پرسیده نقش واژه های مشخص شده به ترتیب کدومه؟ منم هنوز اصلا بیتو نخوندیم هنوز. گزینه ها رو نگاه کنیم. نهاد مفعول قید نهاد، بله جزء نقش ها بود. مفعول مسند قید متمم جزء نقش ها بود. مفعول بدل شبه جمله. بدل مفعول شبه جمله. عزیز من اصلا شبه جمله جزء نقش ها نیست. مثل اینکه بگن کدام موجود کنکور میدهد. خوب گوش کنید. بعد اون چهار تا گزینه یکیش هم بنویسن به عنوان مثال گل سرخ. تو میگی آقا اصلا گل سرخ آدمیزاد نیست. و شما ببینید میخوام این حرف رو باید بعد از اتمام تدریس بهتون بزنم. یعنی مثلا وقتی همه حرفامو تموم شد دو سه هفته مونده به آخر نکته و تست، ولی میخوام ثابت کنم که ما اگه در سر جلسه کنکور حضور داریم قبل از اینکه بهتون نگاه کنیم آقا این شبه جمله است، اینم شبه جمله است. همین الان 3 و 4 رو رد و گزینه میکنم بدون اینکه هنوز بدونم نقش ها به ترتیب کدومه. بعضی موقع نگاه به تست مهمتر از دونستن قاعده است. اتفاقا حرفایی که الان بهتون نشون میدم کنکور 99400 هنوز چیزی درس ندادم، ما فقط گفتم ما 10 تا نقش داریم. صفت مضاف الی معطوف متمم، چهار تای اول، گروه ب بدل قید، گروه جیم نهاد مفعول مسند، یه منادا. ما چیزی به نام شبه جمله نداریم و همین الان میتونیم دو گزینه رو رد گزینه کنیم. خب نگاه بفرمایید. من سوال دیگه ای رو در صفحه بعد، هنوز اصلا بحث ما جواب نیست، میخوام به شما ثابت کنم که با نگاه همیشه رد و گزینه کرد. یا این سوال رو ببینید. با توجه به مصرع‌های زیر اجزای کدام مصرع‌ها از نهاد و فعل تشکیل شده است؟ این مربوط به مبحثی به نام چند جزئی که خودش یک چالش بزرگ در کنکوره. کنکور رو نگاه کنید، کنکور سراسری، و از شما پرسیده کدوم نهاد و فعل داره و یک تا این رو مفصل توضیح میده، چالش ها رو بیرون میکشه. ولی میخوام ثابت کنم بدونی که فعلا درس داده باشم و در موردش حرفی زده باشم، ببینید با ساده ترین نکات میشه با تست برخورد کرد. پس امروز میخوام دیدتون نسبت به برخورد با تست عوض کنم فعلا، بعد درس میگم شروع. خب گفته کدوم نهاد و فعل. نگاه کنید عزیزان، میدونید که یک جمله نک چیزهایی که میخواد یکیش نهاده یکیش فعل. این دوتا جزء ثابت فعل از میخوام ثابت جمله. ولی نقش هایی مثل مفعول، مثل مسند و متمم در بعضی موارد
میتونه جزء اجزای جمله باشه. چرا بقیه نقشا جزء اجزا نیستن؟ چون جمله با اینا اعتبار داره. شما بگو حسین مؤدب آمد. مؤدب قبلش کسره است، یعنی یا صفت یا مضاف الیه. چه صفت مضاف الیه بیار چه نیار، تأثیر رو جمله نداره. حالا وقتی میگه نهاد و فعل، من باید چیکار بکنم؟ خب یک تا برای اینکه به این مرحله در سر